السلام علیکم و رحمت الله و برکاته از در مورد هالوین و حکم برگزاری عید هالوین یا محفل هالوین برای مسلمانان سوال کردن از اینکه قدر آلوین یک ارتباط تنگ و تنگ هالوین فیلی البته معاصر با شیطان پرستی داره و در حقیقت یک جشن سنتی سلطه ها یا شاخه از دین عیسوی هست که هر سال در آخرین هفته ماه اکتبر در آخرین روزش سی یک اکتبر از شام از غروب شروع میکنند تا نماز صبح مراسم ویجی خدا اینا برقرار میکنند که این مراسم برای نخستین بار اول سالهای پیش از میلاد عیسی علیه السلام یک قوم کاتولیک که ساکن آرلند و فرانسه بودند در اونجا بینشان شروع شد و اینا به ای, ای ایمان هستند که اما آشناها و دوستایشان اما اروای اونها در امی شو باز میان در یک دور هم در سر سفره با اینا جمع میشن و به اون خاطر اینا در اون شب برپایی آتش میکنن و غذاها را در بینگید خود تقدیم میکنن و به شکل محافل خود پیش میبرن اونا با باور بودن که دیشب شب را بین دو جهان باز میشه تا اونمو اروای مرده هایشان در جمع اونا آذر شوه و اونا حتی ارتزاق بکنن با اینا یکجا جا غذا بخورن و بین از اینا به می عقیده یعنی عقیده ایشان در بینشان می بود که کسی که اوزار با سخاوت باشه دی جشن مصرف بکنه نان خوب تهیه بکنه بازو در در او دنیا مورد شفاعت مرده ها قرار می و این چیزهایی که در دینشان بوده در رسمشان بوده آیستا آیستا به می فکرا آمدند و رفتند و معنی اصلی از این All Hallows Day هست آل Hallows Day که آیستا آیستا او بنام را بنامه هالوین مشهور شده و فعلا با مرور زمان وقتی که رفته رفته ای محفلشان یا عیدشان باش اشکال دیگر با تغییر قیافه کرده فعلا یک ریشه بسیار خطرناک شیطان پرستی را با خود گرفته یک جا کرده امو شخصی که قبلا ما در موارد موسیقی در موارد کلیسای شیطان برای تان صحبت کرده بودم انتون لاوی که در سال 1930 مؤسس کلیسای شیطان بود و یک کتاب نشته کده به نام انجیل شیطانی که خودش بنیانگذار شیطان پرستی لاوینی هست این آدم در سال 1966 سر خود تراش میکنه و بنیانگذاری می کلیسای شیطان اعلام میکنه و در امو سال در نزد کائن اعظم کلیسای شیطان که خودش به نام کاین اعظم شیطان مینامه یادم آدم چی میکنه؟ قسم یاد میخوره که ای با مو انجیل شیطانی که خودش نشته کرده تعالیم کلیسای شیطانه بر مردم به حیث یک دین شیطان پرستی تقدیم بکنه و در روز مرگش در روز مرگ لاوی مراسم قدیسین مسیح در قرون گذشته که بود که به شکل می میمد ماهیتش تغییر میخوره و در اون شب اینها به اون حالت که امروز برگزاری میکنن برگزاری میکنن پس ما میبینیم که اعیاد غیر مسلمانان فعلا به اشکال مختلف تغییر قیافه کرده تا به حال رسیده به حد که امروزه ای دستخوش شیطان پرستای دنیا شده و تمام ادیان الهی که قبل از بودن فعلا این مورد تمسخر اینها قرار میگیره و در ای شب ها معمولا بسیار مشکلات بزرگی بر مردم رخ میده خصوصا در امریکا قتل های زنجیری دزدی سرقت و حتی بعض انسان های مریض در چاکلیت و چیزهایی که نا در پشت خانه ها میمانند در او زهر پاشن و بعض انسان ها حتی میمورد و بساری از ایوانات که از این چیزها میخورن اونا حتی مریض میشن و بسیار واقعات بالا میره از خاطر بعض از مردم که به این چیزا عقیده ندارن در بین خودشان اونا چی میکنن دروازه های خدا بسته میکنن چراغ های خدا گل میکنن یا قوتی چاکلیت در بیرون میمونن که تا مردم بیا بگیرن و با اینا کار نداشته باشن و اینا خدا به مشکل وحشتناک زامبی یعنی فکر میکنن که مرده ها در اروایشان بلند میشه و می بساب از میزبانان یا کسانی که دوستان و رفیقایشان است از اینا دیدن میکنه پس اینا هم به خاطر از که میگه ما مرده ها را بترسانیم خود به شکل زامبی ها درست میکنن و تزین میکنن و همو خاطر این امی شکل مصارف بسیار زیاد را که حتی در بین مردم که در اروپا هست در یک هفته قبل از این خریداری های بسیار زیاد و حتی دیزاین های بسیار زیاد به اشکال مختلف شیطانی اسکلیت و چیزهای خطرناک و وحشتناک نقاب ها و اینها را کمپنی ها درست میکنن تا مردمی را بخرند این یک مارکت به حساب تجاری هست به خاطر مارکتینگی کار هم میکنن و در این شب بسیاری انسان ها به قتل میرسه و وحشت مرگ و بعضی چیزهایی را که اینها میخوان که متجسم بسازن بسیاری کسا هست که اونها به شکل ناستالجیک با مو کلیسای کاتولیک شیطانی که فعلا به نام هالوین معاصر مشهور است جوانان را به فساد و به ابداع شیطان پرستی مدرن و به مو عبدای شیطان پرستی انتون لاوی در شب های هالوین اونا را دعوت میکنه یعنی عناصر کلیدی و نمادهای رایج دی هالوین از یعنی برای اینها اونمو چیزهای مهیج و ترسناک است که باید خرافات جادوگری هست چیزهایی است که مثلا خانه های خدا به شکل دیزاین میکنن که در اینجا شیطان گویا زندگی کرده و به شکل جادوگرها خدا در میارن شما ببینید که تمام از این فعلا به یک شکل شیطانی تبدیل شده به یک شکل بسیار خطرناک شیطانی تبدیل شده مسلمانان باید از این خیلی بدور باشن بسیار زیاد احتیاط بکنن که در نزدیکی اینها نرن چرا در این وقتها بسیار مشکلات زیاد را ایجاد میکنن از دیدگاه اسلامی ای از انواع مفاسد تشبب و کفار است این جمله معفلا و عیاد خلاف شریعت خلاف آداب دینی اسلامی هست موافقت با کفار است اگر کسی بره با اینا در اینا با کفار موافقت کرده یعنی در کفرشان با اونا موافقت کرده آرن چیزی که کفار در این شب انجام میتن معصیت الله سبحانه و تعالی هست چرا که از یک سوی ساخته دست خودشان است و از یک دیگر به مو پیامبرانی که به حساب دینهایشان منسوخ شده به اونها او را نسبت میتن و از جمله آداب کفار است اعمال کفار است که اونها را به نام اید خود اینا مشناسن و ما من حیث یک مسلمان از اینها بیزار هستیم از این گناه اعیاد بیزار استیم رسول الله صلی الله علیه وسلم برای ما دو عیده تحفه داده بس خلاص در تمام سال ما دو عید داریم و بر علاوه از او هر روز جمعه عید ماست مشابهت با کفار در اعیادشان سبب رفتارهای بسیار خطرناک از جانب کفار خواهد شد که علما میگن اگر کسی با اینا امخانی بکنه و با اینا متشبه شوه مورد لعنت و نفرین الله سبحانه و تعالی و مورد نفرین رسول الله صلی الله علیه و قرار میگن ببینید از اون قدر مشابهت با کفار سبب بروز محبت و دوستی در بین اونا میشه دوستی و محبت که شخص از دایره اسلام خارج میکنه و در طول این مدت بعض انسان ها به خاطر شادی خودشان آرامش و آسایش از افراد بسیار زیاد مثل کودکان افراد مثل بیماران دیگر اینا سلب میکنن در چنین شبها بسیار کسایی است که اونها میخوان که آرام باشند و اینا ببینین نظر به حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که رسول الله میگه صلی الله علیه و سلم در شام شیاطین اینا خارج میشن تا به انسانها ضرر برسانن پس شما اطفالتون داخل خانه بکنین اما اینا در همین شام آلوین از شروع میشه تا سهرگاه تا فردایش ادامه پیدا میکنه میبینه که چقدر شیطان در اینان نفوذ کرده و ای اعمالشان اعمال شیطانی هست پس چون این عیاد بدون شک که از خصوصیات اعیاد کفار است و کدورت را در بین مسلمان زیاد میکنه، اختلاط و بی‌بندوباری و فساد و چیزهایی که ان، ان، و یعنی یک،, یک شخص مسلمان از چنین یک انسانیت بدور میکنه، حتی مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدره در این ایاد بسیار زیاد میشه. دیگه مثل ازی بسیار زیاد موارد دیگه هست که میتونیم در مورد صحبت بکنیم پس الله سبحانه و تعالی ما شما را از شر چونی اعیاد کفری و فعلا که به اعیاد شیطانی تبدیل شده و ارتباط تنگاتنگ تنگ با مکتب شیطان یا که مؤسسش هم انتون لاوی بود با او داره ما را بچه ها و دختران ما را الله سبحانه و تعالی نجات بده پس برای هر پدر و مادر ای مسلمان است که اونها برای اولاد خود نصیحت بکنن از معاون و و برایشان بگوین که تا از این چیزها بدور باشن تا مبادا در چنگ این شیاطین بیافتن